شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض تحیت و سلام و ارادت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم که هر جا هستید و این برنامه را تماشا می کنید ان شاء الله در این روز مبارک و در این روز شادمانی و در این روز اظهار سرور و اظهار فرح و ابراز خوشحالی ان شاء الله العزیز ملبس به لباس عافیت و مزین به زینت تقوا و منور به نور ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و منور به نور براءت از اعداء اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و بالخصوص براءت از جبت و طاغوت باشید. امیدوارم که پروردگار عالم ان شاء الله هر جا که هستید قلوب شما را پر از مهر امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و پر از کینه و پر از خشم و پر از نفرت از برای ظالمین به حق حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و غاصبین حق آن بزرگوار و ظالمین به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، پروردگار عالم قلوب شما را اینچنین بفرماید. امیدوارم که پروردگار عالم در دنیا و آخرت ما را محبین آل محمد علیهم الصلاة والسلام قرار بدهد و در دنیا و آخرت ما را مبغض اعداء آل محمد علیهم الصلاة والسلام قرار بدهد. پروردگار عالم ان شاء الله العزیز قبل از آن لحظه‌ای که در دلهای ما یک ذره نرمی و یک ذره لین و یک ذره خاطرداری از برای جبت و طاغوت آن دو پلید خنزیر پیدا شود، پروردگار عالم قبل از آن ما را از این دنیا ببرد و پروردگار عالم ان شاء الله العزیز ما را در زمره کسانی که خشمناک بر جبت و طاغوت هستند محشور بفرماید و پروردگار عالم ان شاء الله العزیز ما را از جمله طالبین انتقام حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و آخذین حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تحت لوای حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه قرار بدهد و پروردگار عالم ان شاء الله آن لحظه را هر چه زودتر بیاید که صاحب الزمان صلوات الله علیه دو مجرم را، دو کافر فاسق فاجر را از قبر بیرون آورد و به شیعیان تحویل بدهد تا شیعیان آنطوری که خواستند با آن دو ملعون برخورد نمایند و دلشان را خنک بنمایند. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبى علیه السلام و به حق امام مظلوم حضرت سید الشهداء صلوات الله علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. پروردگارا فرج حجتت، فرج ولیت، فرج ناصر حقت، فرج شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرج آن ذات اقدسی که شجاعت او شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام هست و نطق بیان او نطق بیان امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف هست، وجود و کرم او جود و کرم امیر المؤمنین علیه السلام هست و دست او دست شاه خیبر گشا امیر المؤمنین علیه السلام هست. پروردگارا فرج آن بزرگوار را هر چی زودتر و هر چی سریعتر برسان. پروردگارا به آن بزرگوار اذن قیام عنایت بفرما. پروردگارا به آن بزرگوار اذن خروج عنایت بفرما. پروردگارا به هیبت آن بزرگوار، به قدرت آن بزرگوار، به شوکت آن بزرگوار هر چی بیشتر اضافه بفرما. عدد انصار مخلص آن بزرگوار را بیشتر بگردان. پروردگارا از آنها حفاظت بفرما و با آنها توفیق اطاعت و فداکاری هرچی بیشتر نسبت به صاحب الزمان علیه السلام عنایت بفرما. پروردگارا خوف مولای ما صاحب الزمان صلوات الله علیه و هیبت آن بزرگوار را و واهمه و ترس
از آن سرور عظیم و شأن صلوات الله علیه را در دلهای تمام سفیانی ها و لشکر ابی سفیان و سلفی ها و وهابی ها و گروه عمریه آنچنان قرار بده که دستشان را از پایشان نتوانند تکان بده و پروردگار آنها را ذلیل دنیا و ذلیل آخرت بفرما. پروردگار را به عزت محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام و به شوکت آنها با ظهور حضرت بقیت الله صلوات الله علیه هرچی بیشتر اضافه بفرما و به آن بزرگوار پروردگارا پیروزی کامل، پیروزی سریع، پیروزی سهل و آسان، پیروزی با شوکت آن بزرگوار و با عزت شیعیان بزرگوار و با نابودی و ذلت دشمنان آن بزرگوار هرچی سریع تر عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و پروردگارا ما را از شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام قرار بده. بینندگان عزیز، روز نهم ربیع الاول، روز به درک واصل شدن ابن حنتمه پسر زن بدکاره عمر ابن الخطاب می باشد. این ایام شریف را ما به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت و بالخصوص به پیشگاه سرور ما و مولای ما حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه با زبان بسیار ناقابل و گنهکار تبریک عرض می داریم و همچنین به پیشگاه آباء طاهرین ایشان و بالخصوص به پیشگاه مقدس و مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و به پیشگاه اقدس عصمت کبریا نور عظمت پروردگار عالم حضرت صدیقه طاهره دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به پیشگاه حضرت امام مجتبی علیه السلام و به پیشگاه امام مظلوم حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین بسیار بسیار شاد باش و تبریک عرض می داریم. امیدواریم که انشاءالله ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین ایدی ما را انشاءالله العزیز توفیق براءت کامل، براءت به اتم معنا از آن خنزیر افسق و از آن کلب انجس، آن کافری که خدا از او کافر تری نیافریده عنایت بفرماید و پروردگار عالم ما را از آنها بیزار، متنفر و دشمن آن ملعون نجس قرار بدهد. خدا را به حق اهل بیت علیهم الصلاة و السلام سوگند می دهیم که محبت امیر المؤمنین علیه السلام را در دل ما بیشتر بفرماید و دشمنان امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام را در دل ما بیشتر بفرماید و پروردگار عالم ان شاء الله شیعیان را توفیق عنایت بفرماید که جانشان را، مالشان را، ناموسشان را، اولادشان را فدای حضرت صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام و فدای نام امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام بگردانند و هیچ وقت در دل آنها به اندازه سر سوزن نرمی و خاطرداری از برای دشمنان حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام پیدا نشود که آن شرک عظیم هست و آن نابودی و هلاکت و شقاوت دنیا و آخرت هست. بینندگان عزیز، به این مناسبت که این عید، عید براءت هست و عید بیزاری از دشمنان خدا هست و عید سرور اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و السلام هست، هر کسی که شیعه هست و حلال زاده هست امروز شیعه بودن خودش را ثابت می سازد و امروز شیعه بودن با محبت اهل بیت علیهم السلام ثابت نمی شود، چون ادعای محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام را شبکه وصال هم دارد، شبکه کلمه هم دارد. آنها هم میگوین ما هم، همیشه میگوین ما هم اهل بیت علیهم السلام را دوست داریم. این ادعا نزد همگی هست. تشیع و شیعه بودن با چه ثابت میشود؟ با براءت و با تبرا از دشمنان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. این عید، عید ولایت هست و عید براءت هست
وعید اثبات تشیع و حلال زادگی آنانی که مدعی قبول داشتن 12 امام هست دارند می باشد. بینندگان عزیز، در احادیث و روایات از اهل بیت اطهار علیهم الصلاة و السلام به طور تواتر وجوب براءت و وجوب بیزاری و اظهار بیزاری از اعداء اهل بیت علیهم الصلاة و السلام وارد شده، یعنی انسان دشمنی بنماید، دشمن باشد با دشمنان اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. من پاره ای از این روایات را تبرکن خدمت شما میخوانم و ان شاء الله العزیز خداوند متعال به شما توفیق عنایت بکند که در این عید مبارک، در این عید عظیم ان شاء الله العزیز، شما در خوشی امیرالمؤمنین علیه السلام اظهار خوشی کنید. امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار تنها گشتند بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار غم دیدند، بسیار ظلم دیدن، بسیار بیوفایی دیدن، بسیار تنهایی دیدن، بسیار غداری دیدن. امیر المؤمنین علیه السلام شاه مردان هستند و واقعا غم عالم را فقط شاه مردان میتواند تحمل بکند. در این ایام تاریک، در این ایام پر از غم، در این ایام پر از مصائب که زبان توان بیان آن را ندارد و دلها تحمل شنیدن آن را ندارد، یک مؤمن واقعی، یک مرد الهی، یک ولی از اولیاء خدا، یک صفی از اصفیاء خدا، یک مرد برگزیده کاری انجام داد که دل امیر المؤمنین علیه السلام را خوشحال ساخت. خوشحال ساختن قلب مبارک امیر المؤمنین علیه السلام یعنی خوشحال ساختن قلب مبارک و مطهر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خوشحال ساختن 124,000 پیغمبر، خوشحال ساختن تمام ملائکه خداوند متعال، خوشحال ساختن تمام ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین. این مرد عظیم و این مرد ولی خدا و این مجاهد فی سبیل الله و این مرد مبارز سر به کف سلام الله علیه و صلوات الله علیه کاری کرد و عملی انجام داد که دیگر شیعی در بین شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام تا روز قیامت کسی پیدا نمی شود که مانند او همچنین کارستانی انجام بده و همچنین بینی فرعون را به خاک مذلت بمالد و همچنین دل اهل بیت علیهم السلام را شادمان بفرماید. بینندگان عزیز، سلام خدا بر آن ولی اعظم خدا از ما بندگان گناهکار و آفرین بر او و شاد باش بر او و مرحبا به او و صلوات الله و سلامه علیه. بینندگان عزیز، این کتاب که در دست ما هست، کتاب شریف بحار الانوار مجلد 27 نوشته مرحوم علامه مجلسی در اینجا باب در ابواب وجوب براءت و ولایت، عده‌ای از روایات را مرحوم علامه بزرگوار مجلسی قدس الله نفسه الزکیه جمع آوری کرده. روایت اول از وجود نازنین حضرت امام باقر علوم النبیین علیه السلام در ذیل آیه مبارکه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه
که خداوند متعال در دل انسان، در سینه انسان دو قلب قرار نداده، فرمودن فیحب بهذا و یبغض بهذا، که انسان با یک قلب محبت داشته باشد با قلب دیگر دشمنی داشته باشد. فاما محبتنا فیخلص الحب لنا کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فیه. کسی که محب ما باشد، محبت ما او خودش قلب او را صافی می سازد، قلب او را پاک می سازد، همانطوری که آتش طلا را از غش ها و ناپاکی ها پاک می کند، محبت ما او را پاک می کند. من اراد ان یعلم حبنا فلیمتحن قلبه. هر کسی که می خواهد بداند آیا محب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست یا نیست، دوستدار چهار نور مقدس صلوات الله علیهم اجمعین هست یا نیست، پس قلب خود را امتحان کند. فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا منه. اگر در قلب خودش دید که در حب و در محبت دشمن ما را شریک ما کرده، ما را دوست دارد و در عین حال دشمن ما را هم یک مقدار دوست دارد، در دل او از برای دشمن ما بیزاری نیست، پس بداند این شخص که او از ما نیست و ما از او نیستیم. والله عدوهم و جبرائیل و میکائیل و الله عدو للكافرین. این شخص باید بداند که دشمنان ما جبرائیل دشمن اوست، میکائیل دشمن اوست و آنها کافر هستند و خداوند متعال دشمن آن کافرانی هست که کفر آنها به سبب دشمنی با ماست. روایت بعدی از وجود نازنین حضرت امام رضا علیه الصلاة والسلام، راوی میگوید امام رضا علیه الصلاة والسلام برای من نامه نوشتند. در آن نامه نوشته بود قال ابو جعفر علیه الصلاة والسلام، حضرت امام باقر علیه السلام این چنین فرمودند: من سره ان لا يكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر الى الله وينظر الله اليه فليتولى آل محمد عليهم الصلاة والسلام ويبرأ من عدوهم ويأتم بالإمام منهم. هر کسی میخواهد که بین او و بین پروردگار عالم هیچ گونه حجابی نباشد، خداوند متعال نظر لطف به او بکند، هیچ گناهی و هیچ عقیده باطلی و هیچ خصلت بدی در وجود آدم نباشد که این امور حجاب بشود بین آدم و بین پروردگار عالم، خدا به انسان رحماتش نازل بشود و انسان هم راز و نیازش با پروردگار عالم مورد قبول خداوند متعال بشود، خداوند متعال به او معرفت عطا کند، قلب او پر از مودت و مهر و محبت و معرفت پروردگار عالم بشود، بین او و خداوند متعال هیچ گونه دوری نباشد، از مقربین درگاه پروردگار عالم شود. راهش چیست؟ فرمود راهش این است که دوست بدارد آل محمد علیه الصلاة والسلام را، دوست بدارد امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام را. خاک در حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را مهر نماز خود بداند، توتیای چشم خود بداند، جانش را فدای نام حضرت امام مجتبی علیه السلام بکند، جانش را فدای نام حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام بکند، وجودش را، اهل بیتش را، ناموسش را، مالش را صدقه سر حضرت امام عصر علیه الصلاة والسلام بکند، دوست بدارد آل محمد علیهم الصلاة والسلام را و یبرأ من عدوهم و دشمن بدارد و براءت بکند و بیزاری بنماید و متنفر باشد و دشمنی بکند با دشمنان آل محمد علیهم الصلاة والسلام. دوستی کامل با آل محمد علیهم الصلاة والسلام و دشمنی کامل، دشمنی، نفرت، بیزاری، عداوت، بغض، تنفر کامل
از دشمنان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام داشته باشد و یعتم بالامام منهم و امامت 12 امام علیهم الصلاه و السلام را قبول بکند و ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام را امام خود بداند. فانه اذا كان كذلك وقتی که انسان این چنین شد نظر الله الیه و نظر الی الله وقتی که این چنین شد او از مقربین درگاه پروردگار عالم می شود. معرفت پروردگار عالم، معرفت اولیاء خدا، معرفت انبیاء و رسل، معرفت خلفا و حجج الهی به او عطا می شود و خداوند متعال را و دین خدا را و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را با نورانیت می شناسد و دعای او محجوب نمی شود، مستجاب الدعوه می شود، گناهان او آمرزیده می شود و هیچ گونه بعدی بین او و هیچ گونه دوری بین او و خدا نمی ماند. روایت دیگر، اعمش روایت می کند از وجود مبارک از و مقدس قرآن ناطق امام صادق علیه الصلاة والسلام که فرمودن حب اولیاء الله واجب و الولایت لهم واجب، دوستی اولیاء خدا واجب هست و ولایت آنها واجبه هست. این که انسان خود را غلام حلق بگوش امیر المؤمنین علیه السلام بداند، انسان خودش را فرمان بردار و خودش را نوکر و خودش را چاکر روسیاه حضرت امام عصر علیه السلام بداند و در راه رضای آنها انسان قدم بردارد و حرکت کند و مشقات را تحمل بکند، این واجب است. و البراءت من اعدائهم واجبه، براءت از دشمنان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام واجب است. اظهار بیزاری، اظهار تنفر، اظهار بغض، دشمن بدارد دشمنان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام را، قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها را از خنزیر هم نجستر بداند و از سگ و کلب هم خبیستر بداند. یعنی دشمنی کامل از کسانی که دشمن هستند با اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. والبراءة من اعدائهم واجبه ومن الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليهم وهتكوا حجابه واخذوا من فاطمة عليها السلام فدكا ومنعوا ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما وهموا بإحراق بيتها وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهمچنين براءة واجب هست، از اعدای خدا واجب هست، بالخصوص از چه کسانی؟ از کسانی که ظلم کردن بر آل محمد علیه الصلاة والسلام و هتکو حجابه و پرددری کردن نسبت به آل محمد علیه الصلاة والسلام، حرمت شکنی کردن نسبت به اهل بیت علیه الصلاة والسلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم هر روز قبل از نماز صبح می آمد بر در خانه شاه خیبرگشا و حضرت سیدت نساء العالمین صلوات الله علیهما و آلهما با کمال تعظیم، با کمال محبت می ایستاد و حمد و مجد و ثنای آنها را آنطوری که خدا در قرآن کریم بیان فرموده، مانند یک شاعری که بر در یک پادشاه می ایستد و مدح او را می گوید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این چنین مدح و ثناء الهی امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حضرت ام کلثوم سلام الله علیهم اجمعین و اولاد طاهرین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام تا امام عصر علیهم الصلاة والسلام را بیان می کردند و می گفتن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تعظیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و آن حرمت شکنی و پرددریه پسر زن بدکاره، پسر زن بدکاره حبشیه سحاق اسمش بوده که بدکارگی کرد با آن کسی که پدرش بود و در عین حال برادرش بود و از او این
بله نجس انجس به دنیا آمد. کسانی که حدک حجاب آن بیبی دو عالم سلام الله علیها نمودن و گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها فدک را و منع کردن میراث آن بزرگوار را و غصبوها و غصب کردن میراث را و زوجها حقوقهما و غصب کردن از ایشان و زوج ایشان حقوق آن دو بزرگوار را و همت گذاشتن که خانه ایشان را آتش بزنند و تأسیس کردند و آغاز نهادن ظلم را، ظلم بر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را، و نه تنها ظلم بر اهل بیت علیهم السلام، ظلم بر تمام بشر را، ظلم بر تک تک افراد بشر را، ظلم بر ظلمی که ابوبکر و عمر اساسش را نهادن، از ظلم اساس تمام ظلم هست، اساس تمام ستم هایی که در عالم واقع شده و واقع می شود و تا روز قیامه واقع خواهد شد، اساسش کار ابوبکر و عمر هست. چون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام خلیفه خدا بود، حجت خدا بود، خداوند متعال به دست توانای اهل بیت علیهم الصلاة و السلام و به دست امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام و اولاد طاهرینشان عالم را پر از نور هدایت، نور معرفت، نور محبت و برادری و صفا و صمیمیت و همزیستی می نمود. خداوند متعال عالم را آباد می کرد با توحید خودش و تمجید خودش و با تقدیس خودش، که هر فردی سلمان فارسی می بود، هر فردی ابو حمزه ثمالی می بود، هر فردی ولی از اولیاء خدا می بود، در کمال معرفت، در غایت تقوا، در نهایت اجتهاد و ورع و خدمت به خلق خدا. این تربیت الهی، مردم جهان از آن محروم شدن به خاطر دنیا طلبی دو خنزیر نجستر از هر خنزیر. و غیروا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را عوض کردن، از آنها براءت واجب است. و البراءة من الناکثین والقاسطین والمارقین واجبه، و براءت و بیزاری از ناکثین، عهد شکنان، بله عهد شکنان تصریح هست. از چه کسانی؟ این اسم جماعت عائشه و طلحه و زبیر هست. و القاسطین، قاسطین معاویه و لشکریان او در شام، و المارقین خوارج، از اینها اظهار براءت، لعنت کردن اینها و دشمن داشتن اینها واجب هست. کسی که این کار را نکند بیدینه، دین ندارد. والبراءة من الأنصاب والأزلام أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبا. براءة از أنصاب وأزلام، أنصاب وأزلام يعني أهل فجور، أهل فسق، فجرا وفسقا، فجرا وفسقا أئمة غمراهي ورحبران الظلم، رهبران ظلم. بگر شما حساب بکنید، علمای عامه، بخاری، مسلم، ترمذی، قبل از او مثلا زهری، حسن بصری، اینها همگی، این ابو اسحاق سبیعی، همه اینها، بله ابن ابی شیبه، بقیه علمای عمریه، اینها همگی اینها ائمه زلالت، ائمه جور هستند. از اینها بیزار بودن، از اینها اظهار براءت نمودن واجب هست. تا عصر ما، تا این عصر ما، هر کسی که از رهبران اینها هستند و در بیدینی مردم و دور نگه داشتن مردم از حق و حقیقت سهم دارند، بیزار بودن از اونها واجب هست. ابن تیمیه، ابن عبدالوهاب، بله تا عصر ما امروز هر کسی هست. والبراءة من اشق الاولین والآخرین شقيقة آقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واجبة. بيزاري الشقي أولين وآخرين، أن كسيك برادر آقر ناقة ثمود بود،
ناقه ثمود را پی کرد و کشت، شقی بود. بلی، برادر او در روایات، او ابن ملجم برادر او خوانده شده، ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. بله، براءت از او واجب هست، والبراءة من جميع قتلة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واجبة، وبراءة از جميع قاتلين اهل البيت عليهم الصلاة والسلام واجب هست، براءة از جميع قاتلين امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام واجب هست. و همچنین روایت بعدی از وجود نازنین و مبارک حضرت امام صادق علیه الصلاة والسلام این چنین هست: من جالس لنا عائبا او مدح لنا قالیا، هر کسی که همنشینی کند با یک کسی که عیبگوی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، یک کسی عیبگویی میکند از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را معصوم نمیداند، نقص و خطا نسبت میدهد به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، بله، با اونها انسان همنشینی بکند. او مدح لنا قالیا، قالی یعنی مبغض، قالی یعنی دشمن. اگر یک کسی پیدا بشود، یکی از دشمنان ما را بیاد مدح بکند، یکی از دشمنان ما را به یک نحوی از آنها تعریف بکند. او واصل لنا قاطعا، یا نیکی کند با کسی که با ما بریده، کسی که با ما هیچ سر و کاری ندارد، کسی که با ما هیچ سر و کاری ندارد با او بیاد نیک بکند، برادر ما، عزیزان ما، با اونها بیاد نیکی بکند. او قطع لنا واصلا، یا که یک کسی که محب ما هست با او ببرد، با او قطع بکند، با او بدی بکند، یک کسی ما را دوست دارد، شیعه ما هست، با او بیاید دشمنی بکند. اولا لنا عدوا، دشمنان ما را بیاید با دشمنان ما دوستی بکند. او عاد لنا ولیا، یا بیاید با دوستان ما دشمنی بکند. که فقد کفر بالذی انزل السبع المثانی والقرآن العظیم، همچنین کسی کافر هست، او را مسلمان نگوید، کافر هست به اون خدایی که سوره فاتحه را نازل کرده و اون خدایی که قرآن را نازل کرده. سبع المثانی، سوره فاتحه، قرآن کریم را خداوند متعال نازل کرده. همچنین کسی که می آید با دشمنان ما را تعریف می کند، از اونها مدح و ثنا می کند، بله، دوستان ما را بد می گوید، او اصلا او را مسلمان ند، او کافره، کافره به پروردگار عالم. از وجود نازنین حضرت امام باقر علیه الصلاة والسلام: عشر من لقى الله عز وجل بهن دخل الجنة. ده خصلت این چنین است که اگر در انسان این ده خصلت باشد، روز قیامت او وارد جنت می شود، وارد بهشت می شود. شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله، والاقرار بما جاء من عند الله عز وجل، و اول شهادت لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اقرار با اون چیزهایی که پیغمبر آورده از جانب خدا صلی الله علیه و آله، و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و الولاية لأولیاء الله و البراءة من اعداء الله، و برگزار نمودن نماز و دادن زکات و صوم روزه ماه رمضان و حج بیت و ولایت اولیاء خدا، آنان را که خدا اونها را حجج خود و خلفاء خود نصب کرده، ولایت کامل برای آنها، آن انسان مطیع و فرمان بردار آنها باشد. و البراءة من اعداء الله، و بیزاری نمودن از دشمنان خدا. دشمن امیر المؤمنین علیه السلام دشمن خدا هست، دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها دشمن پروردگار عالمه. هر کسی که شک دارد لعنت بر نطفه او. و اجتناب کل مسکر، و خصلت آخر اینه که انسان، بله، از مسکرات، از شراب، و شراب انواع زیادی دارد، از اون مسکرات انسان اجتناب بکنه. و روایت اینجا زیاده دوستان عزیز من، و روایت اینجا زیاده، من میخوام پیرامون روز نهم ربیع با شما صحبت بکنم، روز نهم ربیع.
در روایتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار در مجلد 31 بله در قتل این کافر نجس روایت کرده از وجود نازنین حضرت امام هادی علیه الصلاة والسلام با سند متصل. این روایت صفحه 45 با این کتابی که ما داریم شروع می شود. این بحار الانوار مجلد 31 صفحه 45 اینجا این چنین آورده بله احمد ابن اسحاق میگوید که من با دوستان من روز 9 ربیع رفتیم پیش مولای ما حضرت امام هادی علیه الصلاة والسلام. رفتیم روز داخل شدیم دیدیم که امام علیه السلام امر کرده که تمام خادمین بیت ایشان لباسهای تمیز لباسهای نو بپوشند. و کان بین یدیه مجمرت یحرق العود بنفسه. و دیدم که امام علیه الصلاة والسلام یک مجمری پیش یک ظرفی که در آن عود را آتش می کردن برای بوی خوش گذاشته و امام علیه الصلاة والسلام با نفس شریفی ایشان و با دست مبارک اونجا عود را دود می کنند برای بوی خوش. قلنا بآبائنا انت و امهاتنا ابن رسول الله. عرض کردیم پدران و مادران ما فدای شما یا امام هادی ابن رسول الله صلی الله علیه ما و آله. هل تجدد لأهل البيت في هذا اليوم فرح. آیا امروز روز 9 ربیع روز تجدید خوشی و سرور هست برای اهل بیت علیهم الصلاة والسلام؟ امام هادی علیه الصلاة والسلام فرمودن و ای یوم اعظم حرمتا عند اهل البيت علیهم الصلاة والسلام من هذا اليوم. امام هادی علیه الصلاة والسلام فرمودن چه روزی عظیمتر هست و محترمتر هست و بزرگتر هست از این روز مبارک نزد اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، روز 9 ربیع الاول. پدر من به من روایت کرد وجود نازنین حضرت جواد الائمه صلوات الله علیهم اجمعین که حذیفه ابن یمان در همچنین روزی و اون روز 9 ربیع الاول هست بر جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد. حذیفه میگوید رأیت سیدی امیر المؤمنین علیه السلام مع ولدیه الحسن والحسین صلوات الله علیهم اجمعین. حذیفه میگوید بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم. و شما میدانید که نزد شیعه و نزد عمریه حذیفه روایاتی را که راجع به منافقین هست روایت کرده و منافقین را میشناخت حذیفه. حذیفه میگوید وارد شدم دیدم که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برادر از جان عزیزتر و تاج سر ایشان امیر المؤمنین علیه السلام تشریف فرما هستند و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تشریف دارند و امام حسین صلوات الله علیهم تشریف دارند و اینها همگیشان دارن غذا می خورند با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تبسم می فرمایند لبخند می زنند به چهره های نازنین این سه بزرگوار نگاه میکنند و تبسم زینت وجه حضرت رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم است و میگوید به فرزندشان امام حسن علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام کلا نوش جان بفرمایید هنیئا لکما به برکت هذا الیوم. نوش جان بفرمایید گوارا باد شما را به برکت این روز عزیز و این روز عظیم. فإنه اليوم الذي يهلك الله فيه عدوه وعدو جدكما. این روز مبارک روز 9 ربیع روزی هست که در این روز ذات اقدس الهی پروردگار عالم دشمن خودش را و دشمن جد شما را در این روز هلاک خواهد فرمود. و يستجيب فيه دعاء امكما. بدانید که در این روز روز 9 ربیع هست که پروردگار عالم دعای مادر شما حضرت زهرا سلام الله علیها را اجابت می فرماید چون
حضرت زهرا سلام الله علیها دعا کردند اللهم بقر بطنه، پروردگارا شکم او را پاره بفرما. و این روز، روز بقر هست، روز پاره شدن، روز عید پاره شدن. و حضرت ابو لؤلؤ که سلام خدا بر او باد، این عبد صالح خدا و این مجاهد بی نظیر سر و کف عالم شیعه و این شیعه خالص حضرت زهرا سلام الله علیها و شیعه خالص امیر المؤمنین علیه السلام، کسی که باعث فرحت قلب نازنین ائمه خدا علیهم الصلاة والسلام شد، خداوند متعال با دست مبارک او و با دست توانای او، بله، شکم این خنزیر نجس را پاره فرمود. و همچنین بله یک ضربه که نزد حضرت ابو لؤلؤ، حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه ضربات متعدد زد، بله، برای استجابت دعای حضرت زهرا سلام الله علیها شکم این ملعون را. اما قبل از آن، قبل از آن بله، اون جایش عمر که از قبل پاره بود، اون را پاره نکرد حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه، فاو از قبل پاره بود اصلا، اما اون پارگی را گشادتر کرد، اون پارگی را شبکه ولایت تسلیت تسلیت آقای قزوینی ناراحت نشو، گناه نابخشودنی تسلیت باد اون جای ابو لؤلؤ علیه السلام، اون جای این مردک را، بله، اون از قبل پاره بود، اون خنجر را هرچی که زد دید که اون تو میره، اون پاره هست اصلا، بالا کشید دیگر نشد دیگر از اون بیشتر تو بوده، بالا کشید تا کشید دیگر تا بالا تا استخوان بالای کمرش، اونجا همگیش باز شد. چه تعفنی بوده، خدا تو بستخوان، چه نجاستی، اخ تو بستخوان، آفرین بر تو ابو لؤلؤ که همچنین بوی کثیف را و همچین نجاست را تحمل کردی، آفرین، جهاد در راه خدا مبارکت باد، میمونت باد، یک لحظه بوی بد و اون بوی شکنبه این خنزیر نجس را تحمل کردی، ولیکن در تاریخ نام تو در بین مجاهدانی فی سبیل الله، در زمره مجاهدان بدر و احد ثبت شد سلام الله علیه. بله، بعد دعای حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که خداوند متعال شکم این را پاره بکند. کلا فانه الیوم الذی یقبل الله فیه اعمال شیعتکما و محبیکما، نوش جان بفرمایید دو نور عین من که امروز خداوند متعال اعمال محبین شما و اعمال شیعیان شما را قبول می‌فرماید. کلا فانه الیوم الذی یصدق فیه قول الله تعالی فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا، این همون روزی هست که خداوند متعال این آیه مبارکه سوره النمل آیه 52 که خانه ظالمین، بله، خانه ظالمی ویرانه گشته، از بین رفته در این روز. کلا فانه الیوم الذی یتکسر فیه شوکه مبغض جدکما، دنور عین من امام مجتبی علیه السلام، دنور عین من حضرت سید الشهدا علیه السلام، نوش جان بفرمایید در همچنین روزی شوکت دشمن جد شما به خاک سیه می نشیند، دشمن جد شما که ادعای خلافت و سلطنت و اینها داشت و مغرور می شود و سلطنت می کند و دشمنی می کند و فرعون می شود، بله، یک مرد مجاهد می آید، او را فقط از ما تحت، ما تحت پاره او را، بله، از جلو تا سر سینه، از عقب هم متوازی با سر سینه همون قسمت پاره می کند، چند شق، نمیگیم دو شق، چند شق دیگه که عالمه که نجاست این ملعون، توبه خدای.
والله والله اینو بغبغ این کعیم را کشت، این رافضی مرا کشت، رافضی رافضی مرا کشت، رافضی مرا کشت. آخه دست این رافضی درد نکنه. خلاصه در همچین روزی ما تحت این ملعون پاره می شود. پاره بود، البته معذر نه، پاره بود، پاره تر. کلا فانه یوم، بلی، یفقد فیه فرعون اهل بیتی و ظالمهم و غاصب حقهم. نوش جان بفرمایید در همچین روزی از بین می رود فرعون اهل بیت من و ظالم اهل بیت من و غاصب حق من. کلا فانه اليوم الذي يقدم الله فيه الى ما عمل من عمل فيجعله حباء منثورا. نوش جان بفرمایید در همچین روزی این ظالم به حق اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به جهنم واصل می شود و خداوند متعال اونجا در جهنم او را بله عذاب می فرماید. و روایت اینجا طویل هست، کلام حذیفه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا صفحات بعد ادامه دارد. حالا من در آینده براتان شاید بخوانم، اما فعلا دوستان عزیز من کلام امیر المؤمنین علیه السلام را برای شما نقل میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند نوز روح روز نهم ربیع روز استراحت هست، روز راحتی، استراحت، استراحت یعنی راحت شدن از غم، آرام گشتن از هم، روز تنفیس کربه، روز آرامش از چی؟ از بلایا، روز غدیر ثانی، روز غدیر ثانی و یوم تحتیت الاوزار، امچین روزی خداوند متعال گناهان شیعیان ما را می بخشد. تمام گناهان شیعیان ما در همچین روز مبارکی بخشیده می شود. و یوم الخیره، این روز روز انتخاب پروردگار عالمه، روزی است که خدا این روز را برای عظمت و برای تبرک خدا انتخاب کرده. و یوم رفع القلم، این روز روزی هست که خداوند متعال اعمال صالحه مؤمنین را می نویسد، اعمال گناهان مؤمنین را در این روز خدا می بخشد. و یوم الهدوی و یوم العافیتی و یوم البرکه، امروز روز آرامش، روز عافیت، روز برکت هست. و یوم الثارات، و امروز روز انتقام هست، روز چیست؟ روز انتقام. و یوم عید الله الاکبر، و همچنین روزی روز عید اکبر پروردگار عالم هست. و یوم یستجاب فیه الدعاء، و همچنین روزی روز استجابت دعاها هست، روز استجابت دعاها. و یوم الموقف الاعظم، و روز موقف اعظم، روز موقف اعظم یعنی موقف ایستگاه که ظالم از ظلمش وا ایستاده می شود، موقف اعظم. و یوم التوافی، و روز توافی، روزی این که باید ظالم جواب اعمال خود را بدهد. و یوم الشرط، و روز شرط هست، اون روزی که خدا او را وعده داده بود. و یوم نزع السواد، روز نهم ربیع هست که لباس سیاه کنده می شود، روز نهم ربیع لباس سیاه تبدیل می شود به لباس چی؟ به لباس سفید، به لباس خوشی. روز نهم ربیع هست که روز نزع السواد. و یوم ندامت الظالم، روز نهم ربیع روز پشیمانی ظالم هست، ظالم پشیمان، او پاره شد. ظالم اون زمانی که ماتح دیگر پاره شد و دیگر اونجا با هیچ بخیه دیگر اونجا دیگر درست نمیشه، ظالم ماتحتش آنچنان پاره میشد روز نهم ربیع، آخر سابقا پاره میشد، پاره میشد اون زمانی که مثلا دیر بعضی از این عربای بیابانی میافتاد این مردک، اون پاره میشد، فشار میامد پاره میشد، بعد این ملعون نشسته بول نمیکرد، استاده بول میکرد، میگفت که اونجا خوب بشه. اما ضربت مرد مجاهد ایرانی، قهرمان ایران، قهرمان روافض،
قهرمان شیعیان حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه، آنچنان بود دیگر بخیه و اینها، هزار عثمان و بله ابو هریره و ابی بله اون کعب الاحبار و اینها را جمع بکنن که بیاید بخیه بکنید که پاره شده، دیگر بخیه به دردش نمیخورد، روز ندامت این ملعون. روز ندامت این ملعون و یوم انکسار الشوکه، روز شکسته شدن شوکت او، وقتی که ما تحت او ما تحت. دیگر دیگه شوکت دیگه کدام شوکت؟ او قلابی برای خودش رهبر مسلمین جهان درست کرده بود، خودش من خلیفه هستم، رهبر مسلمین ولی امر مسلمین جهانم، و خیلی با غرور را میگشت، دوران دستش بود، هر کسی را میزد و هر کسی را عذاب میکرد، یکی را تبعید کن، یکی را زندانی کن، یکی را خانه نشین کن. اما روزی رسید که این شوکت و این همه غرور و تکبر و کبریا همینها به خاک ذلت نشست. بله بله، چی گفت؟ چی فرمود امام علیه السلام؟ و یوم انکسار الشوکه، در همچین روزی شوکت این مردک، شوکت قلابی، یک آدمی که اصلا خلاصه مفعول باشه، خب چی شوکت در او؟ از اول شوکت نداشت، اما خب شوکت قلابی برای خود درست میکنن اهل دنیا دیگه. شما دیدید حالا در شاید خود شما آشنا باشید، بعضی جوانب را میدید که سابقه شان بد بوده، سابقه شان در حمام ها مثلا سابقه های بدی داشتن. اما خب بعدا فکر میکنن مردم فراموش کردن، خودشان را رهبر درست میکنن، جوش را دراز میکنن و مقدس بازی در میارن. این مردک خلیفه هم چنین دیگر، اون زمانی که از جنگ ها فرار میکرد، اون زمانی که در مکه مفعول عرب های قریش بود، اونها فکر میکرد از یاد مردم رفته، برای خودش دستگاه و دستک درست کرده بود که خلاصه این خلیفه شده دیگر، حالا خلیفه شده، جانشین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شده. اما ضربت کاری سلام و درود خداوند متعال و اون ضربت که یک بله آنچنان کاری کرد که دیگر طبیب اگر بیاد باید اونجا جلوی چشم همگی تومانش در بیاره که بگه کجا زخم خورده، بگه اینجا این پاره شده. و یوم انکسار الشوکه و یوم الانابه، و روز چیست؟ و روز توبه. بله و یوم نفی الهموم، روزی است، روزی از برای از بین رفتن غم ها. و یوم القنوع، روز قناعت. و یوم عرض القدره، روز روشن شدن قدرت خداوند متعال. و یوم الصفح، و روز بخشیده شدن گناهان شیعیان. و یوم فرح الشیعه، و روز خوشحالی شیعه. و یوم التوبه، و یوم الانابه. و یوم زکات العظما، روز زکات اعظم هست، این روز باید صدقه داد، این روز باید اطعام طعام کرد، امروز باید غذا درست کرد، مؤمنین را غذا داد. و یوم الفطر الثانی، این روز فطر دوم، عید فطر دوم هست. خب دوستان عزیز بیننده، من دیگر اکتفا می کنم به همین مقدار، خدا شما را خیر بدهد و ان شاء الله العزیز شما زنگ میزنید و در این مسئله موضوع برنامه همون بله ضربت کاری به ما تحت خلیفه که خورده اون را بله مورد بررسی قرار بدید. جماعت عمری هم امشب زنگ نزن، جماعت دجالیه هم زنگ نزنن، خیلی تشکر میکنیم، بگذارید امشب فقط شیعیان جلسه خودمانی داشته باشیم، از خود شیعیان بله اظهار خوشحالی بکنیم، انشاءالله اظهار فرح بکنیم در خدمت اونایی که از جماعت دجالیه فکر میکنن این گناه نابخشوده نیست. خب این شبکه را نگاه نکنن، شبکه های دیگر زیاده، اونجا برن نگاه بکنن. این شبکه الحمدلله این شبکه شبکه روافظه، این شبکه شبکه رافضیه. ما همه ما ابو لؤلؤی هستیم، همه ما بله درود و سلام خدا را به ابو لؤلؤ میفرستیم و از پروردگار عالم برای او
طلب علو به مقامات می نماییم و او را مجاهد عظیمی می دانیم. جماعت دجالی که از این کلام ناراحت می شوند او را برن با بله با برادران دینی خودشان حال بکنن، با همون ملازاده اونا خوبه برن. ملا سلام علیکم بزرگ.